جون قادر مشغول و زنبه مایی، اگه موقع خون خواستی به ما نگفتی. نوکرم داداش، ببین خونه خودمو نمیگم خونه من این به درد نخوراست، میدونی؟ ما چون زیاد هم ارث خوردیم خونه خودمونو کثیف کردیم، به کارت نمیاد. آره، ولی خونه داشم، خونه داشم این دست و دلبازاست. بله بله، داشم به همه میتونه بده. آره. نه ببین، به همه میتونه بده، فقط از خودش میتونه بگیره خون. آره ببین، یعنی خودش به خودش خون میده. نوشو از من مایی میذاری؟ داریم نونشونو میخوریم، یه دو قطره خونم بهشون بدیم اشکال داره؟ خونه من خونه تو داره؟ دارم استیبل میکنم اون فرم، نگران نباش. جمشید خان هیکل تکه. نه بابا، چیزی با تراکتور که تصادف نکردی که؟ سکته انفکتوسی کرده. بعدش هم شما فقط دعا کن جمشید خان که بیهوش بیاد. اگه بیهوش نیاد من بدبختم. ای بابا، دشمنت بدبخت باشه. ببین فقط یک کاری کن، اگه ایانم به اوش اومد ایشالله، رو رفاقت من و فرشید حساب کن. داشم ریزه است ولی معرفتش درشته. ببین قادر، من و فرشید به خاطر تو که الان اینجاییم، اصلا باز خاطر تو از زندان اومدیم بیرون. اگرم ببینی آکن، اگرم درصدی احساس میکنی حال پدر خانومت با دیدن اون سنته خوب میشه، من و فرشید همین الان میریم تو سنته رو شما بده پدر زنت، خوبه؟ فقط جمشید خان یه نکته ای که هست، شاید واقعا این برگ سند تو آخرین مرحله یه کمکی به ما بکنه. الو 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 قادر، صدا نمیاد، صدا نمیاد، اینجا آنتن نمیده. نه اینجا آنتن نمیده. الو الو صدا تو نمیاد. الو الو قادر جون، اگه صدای منو میشنوی این یکی دو تا جمله آخری تو نشنیدم. الو عجب آنتن جمشید خان، صدای شما قشنگ داری میاد. الو استیبل شو؟ آره کاملا استیبل. بابا خیلی پر روی تو نمیری. چی میگه؟ بهش میگم اگه حالا پدر زنت خوب میشه سنتو بگی ما بریم تو، میگه بیام بریم تو. نه بابا، ما اصلا خونم نمیده. آره جونت تو چه خونی داری بدی؟ طالبی بدی؟ خونده داشت. دو کوف، دو ساعت تو گوشیدی. حواسم نبود داشتم. بابا پاشین دیگه، بس چقدر میخوابی؟ بیا فکایی تو بابا، من اگه خوابم چجوری دارم با تو حرف میزنم. عمو داد نزن بابا، آقا کسی خونه نیست. بیا بیا طلبی بخور. چی عمو کجاست؟ نمیدونم، ما خواب بودیم بیدار شدیم کسی نیستش، فکر کنم رفته بیرون یه چیزی بگیره ما بخوریم. ای بابا الان چه وقت بیرون رفتنه؟ ما باید الان برم پولا رو برسونم مفاخری. آقا پولا چه گتری به عمود داره، خود ببر بده دیگه. پولا دست عمو پرویزه. آقا یه زنگ بزن خب به موبایلش که من نباید بهت بگم. دست شما درد نکنه. ببین اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن. اوکابت زایید گوشیش هم با خوش نبرده. صدا که همین و میاد صدای گوشیش، یعنی چی؟ اما هر موقع بخواد بره بیرون گوشی رو با خودش میبره. آقا نکنی حالش بچه یه جا افتاده شما نفهمیدید. اما ببین بیا 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 یارو بیچاره منو بیار. اما پرویز بیا بیا هل نشو هل نشو، تو ریش نشده، برو بالا کمکش کن. بادو بادو امو پرویز. آقا من که بهت میگم اینجا نیست، من تمام اینجا رو گشتم، من اون کفشش هم نیست. آره لباسش هم نیست، پوشیده رفته. آقا جون آقا جون بیا همین، بیا این گوشی من بگیر، دستم رو بگیر، من بدم میاد خودت هم میدونی. آقا همین شما مگه نمیخوای پولو ببری؟ خب سر جیب عمود که نمیخوای بری، پولو برده ببر بده دیگه. با چی میگی؟ چرا نمیفهمی؟ میگه پول دست عمومه، من نمیدونم کجاست. خب باشه، پا گاومون دو تا زاید میگردیم پیداش میکنیم. آره بابا خونه به این بزرگی چجوری میخوایم بگردیم؟ یه روز کار میبره. اینم راست میگه خانم. نه نه یه دقیقه باش سان، داستان چیز دیگه. ببخشید حمید آقا، عوض میخوام میشه دیگه پینوکیو نشی واسه ما؟ با شما ما؟ بله
حمید آقا اصلا داریم مگه؟ عموی شما پولیتو قایم کرده باشه بعد به شما نگفته باشه. ببخشید آقا، پول ایدیاش که نیست قایم کنه یه گوشه بعدم بره باش کتر بخره. ببین آقای محترم، آقای محترم شما ببین گوش کن، یه حالت بیشتر نداره که تو الان فهمیدی یه حالت چیه، که عموه پولا رو پیچونده رفته، سهم ما هم خورده، یه گترم آب روش، پسر داشه داره کاور میکنه. آقا چرا چرت و پرت میگی؟ چرت و پرت میگم. ببین واقعا نمیدونه پول کجاست. بعدم در تو عمویم درست صحبت کنه. عمویم ای اخلاق نداره پولا رو برداره بره. سهم ما چی شد؟ ببین یه گتری زیر نیم کاسشه. معلومه. یه بریم اصلا ما برای چی اومدیم؟ بخندش. مامان چی شده؟ حاضر حواست به آرزو باشه تا من بیام. کجا برم؟ نمیرم. خوابه. حواست باشه. الو حمید. الو قادر. تو خبر نداری عمو پرویز کجاست؟ نه خبر دارم نه میخوام خبر داشته باشم. بابا تو چرا نمیفهمی؟ عمون گم شده نیست. منم جای اون بودم همه جون گم میشدن. بعدش هم اصلا بار اولش که نیست، مثل که یادت رفته. عمو آلزایمر داره. اصلا جای نگرانی نیست. شاید هم الان نمیدونم برگش رفته. آسر چا؟ خدا کنه همینجوری باشه. باشه بالا خدافز. کاری علی. وایسا قادر. آقا بشه چه خبر؟ حالش خوبه؟ نه بابا اونم هنوز وضعیتش استیصال نشده. ببین برخلاف میل باطنی اگه میخوای منم بیام پیشت با هم بریم دنبالش بگرد. لازم نکرده. جمشید فرشید اینجا میمونه که اگه اومد به من خبر بدم. منم میرم آسایشگاه. خداحافظ. قادر بابا به روش اومد. جدی میگی؟ نه پول آرزو تنهاست. ای بابا کی بود؟ افسانه؟ آقا مرشد به حوش اومده، جای نگرانی نیست. نه تلفن رو میگم کی بود. آها بله این که اصلا مهم نیست، حمید بود، گفتش که عمو گم شد. ای بابا بیچاره پیر من، بلایی سرش نیومده باشه. مامان آقا معلومه خیلی نگرانشی ها. خب معلومه که نگرانشم، مریضه، آلزایمر داره. تو نگرانش نیستی؟ نه نه، اقرائم پیداست شما همچین بدت نمیاد بهش بله رو بگی. ببین همچین با پشت دست میزنم تو صورت که دیگه هیچ بیمارستانی بستریت نکنه، یه راست بره پزشک قانونی. فهمیدی؟ خاله به کی بله داده؟ به کسی نه یا اما پرویز هم مهمتانه خواستگاری کرد. میتانه؟ قادر راست میگه؟ بله. همچین چشاتو گرد میکنی؟ انگار بنده خدا پرویز خان آدم کشته. خب خواستگاری کرده. مبارک خرشان. نیش تو ببند. خاله بدون رو دارم پر. ببخشید ببخشید من زرار بخواهم. ببین ببین. آره مبارک. ای آبچی مربونت برم. دست درد نکنه کاغذ بگیرم. خیلی ممنون. تبریک میگم. خانم مشتر حرمتی در واقع خانم مشتر حرمتی در واقع اونجوری هست چی نگاه میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ زل زدی به من؟ بلشو برو. کجا برم آها؟ بابا من پدرزنم خودش اینجا اووردوز کرده، الان به کمک من احتیاج دارم. برو پیش حمید کمک میخواد. برو بگرد عموشو پیدا کن. نمیری من برم؟ نه 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 باشه باشه من میرم. فقط ببخشید من پول همراهم نیست برای کرایه، میشه خود پول رو هم بدی؟ واقعاً من پول نخواستی؟ رمزش چنده؟ تاریخ تولدش. تاریخ تولد من؟ پدرم تاریخ تولد من. آبه رمز چشم. پرویز بابا
کجا غیبت زد؟ سلام. سلام. ببخشید یه سوال میتونم بپرسم؟ شما عموی من ندیدید؟ عموی کیه؟ عمو پرویزم که میاد اینجا. چه ریختیه؟ ریختش به همسن سال خودتونه دیگه. میدونی ریختش یکم اینجوری کیف داره اینجوری حرف میزنه بعد یه موقع هم که میخواد یعنی در نمیزنه. خب میدونه میزنه به در وا میکنه. من صورتتون رو ببینم. یه اونورش هم ببینم. علیشا نمیشناسی؟ نمیشناسی؟ خیلی ممنون. من چه کاری همو الو سلام خانم مفاخری. چرا نیومدی ما منتظری؟ بله درست میگی خانم مفاخری یه مشکلی پیش اومده. چه مشکلی؟ عمو پرویزم نیست، عمو پرویزم گم شده. گم شده؟ خب این چه ربطی به پولا داره؟ بزن رو اسپیکر ببینم چی میگه. میرم از شما کرد بودم برای اینکه خیالم راحت تر باشه چون پول امانت بود دیگه من سپردم دست عمو پرویز حالا عمو پرویز نیست. خب ما الان چیکار کنیم؟ یعنی تا عمو پرویز پیداش نشه خبری از پولا نیست دیگه. ولی من الان همین الان میگردم پولا رو پیدا میکنم. یعنی عمو رو پیدا میکنم. فقط امیدوارم دروغ نگفته باشم. برای چی باید دروغ بگه؟ خب این عموش من واقعا حالا حوصله یه مصیبت تازه رو دیگه ندارم. نگران نباش. من دلم روشنه. شما همیشه دلتون روشنه. بریم. کجا؟ من دلم روشنه. بی خیال که نیستم. میریم اونجا. مهراز با رفتی. چی شد؟ اینجا نبود؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چی پیاده اومدی؟ چنقدر نفس نفس میزنی؟ نه بابا با ماشین اومدم. آدم ها تو همچین مواقعی باید نفس نفس بزنن دیگه. آدم ها تو همچین مواقعی باید خفه خون بگیرن. میفهمی؟ الان اومدی به من کمک کنی یه جره بس کنی. بشین بینه امرو رو پیدا کنی. کجا باید بریم؟ چه میدونم بریم؟ بریم همینجا، بریم اونورا، بریم تو خیابونا، یه جا بریم پیداش کنیم دیگه. اول باید بریم بیمارستانا، بعد کلانتری، بعد پزشک قانونی. زبونتو گاز بگیر. ببین اگه عمو هر بلایی سرش بیاد همون بلا رو من سرتون میارم. میفهمی؟ باز افتاد تقصیر من. سخت‌ترین کار بعد از مادر اینه که تو پسرخاله یکی باشی. خب این جلبه است که تو دیشب باش کردی علمشنگی که تو دیشب راه انداختی. خب اون گذاشت رفت دیگه، دلش گرفت. آقا عموی شما هم مادر من خواستگاری کرده، باز تقصیر منه. ببینم اگه مادر خدا بیامرزه تو همین الان زنده بود تو این سن و سال یکی میومد ازش خواستگاری میگه تو چه هستی داش؟ بیا همینه دیگه، همینه. منم همینه. بشین بری. بکی نشسته بودم تو بشین بری. حالا زمان امران میخوایی بریم؟ نه نه اینجا تو بفرمایید. آبجی نگار خیلی خوش اومدی. ما اون بابای آبجی خیلی خوش اومدیم. بفرمایید. ممنون. تو چطوری؟ خوبی؟ تنهایی؟ نه خانداداش اینجا سره آفتاب میگیره. خانداداش؟ خانده داشت آبجی نگار اومده. خانده داشت بفرم بفرم به 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 آبجی بفرمایید. خیلی خوش اومدی خانوم. خیلی خوش اومدی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام مخلصم. خیلی خوش اومدی آبجی قلب. باورت نمیشه که من اصلا نمیبینمتون. چند روز دلم واسه تون تنگ میشه دیگه. اینگاه چند سال من میشناسم شما رو. ناجرتم آبجی. میدونی چرا؟ شما آبجی مایی، هم خونی. خونم مکششه، خون میکشه. بله آقای برادر، اینقدر کشش نده بقیه کو. عمو پرویز گم شده بود، همینم رفته دنبالش بگرده. ما اومدیم اینجا بریم دنباله کارای تالار دیگه. آقا قصت چیه؟ تالارشون میکنم واسط. این حرفا چیه؟ فرچی جونم خانده دارم فوتو یه دونه چایی خوشگل واسه آبجیمون بیار، دوتا هم واسه پدر مادر سببیش. ای وای مزاهم بدارش بگیرم. وای بده آقا. الهامه. جواب بده. از آزمایشگاه. الهام کی میده؟ از آزمایشگاه. آزمایشگاه رو جواب بده. الو الهام سلام. جواب آزمایش؟ آفرین. نه ای بابا نه. چرا؟ دیدی؟ دیدی گفتم اینا خوار برادر نیستن. آخه این چه ربطی به این یکی داره؟ چی گفت؟
یعنی بهت نگفت که ما دوتا داشتیم؟ نه ای خدا، تو گفت شما دوتا یه خواهر دارین، اونم منم دیگه. دلوق ماما دوتا شما بگی تو فرشید 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 بیا آبجیمون آبجیمونه اثبات شد با آزمایش MBA دیگه آبجیمون شد خودم الان گفت میگم که فرشید برو دکتر شیرینی تر بگیر به همین مناسبت منم رفتم تر شم حالا میرم تر میشم وسط اتوبان که نمیره که یعنی خدا نکنه بره الان برای همین جا رو ببینیم من دیدم این نقشه رو بالا اینجوری مار پیشه ما باید بریم اینجوری بپیشیم بیایم این ولی توی این پیش فقط خدا کنه اون نپیشه بره توی یه پیش دیگه قادر فقط کوچه به کوچه نبین یعنی پیاده رو هم ببین ما دارم میبینم دیگه همین وای سر کوچه که رسیدیم سر تو برمیگردونی این ور من دارم میبینم نه نه با اون حرف نزن با این صحبت کن دیگه خطرناکه بله بفهمی سلام های خواستار خواستم بگم عموتون آسایشگاه تشریف دارم پس چرا الان میگی کی اومده چرا موقع بهم نگفتی نمیدونم از اول اینجا تشریف داشتن باشه 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 من الان دارم میام فقط نظر در بری بیرون تو که گفتی اونجا نبود من چه میدونم وقتی من رفتم اونجا نبود دیگه خب چرا الان اونجاست بابا من چه میدونم چی میگی با خودت هم شوک کن دیگه الان پیدا شده بس سریع بریم تو نرفته بیرون اما یه چلا تشویش برگش بیا بیا خب دیگه خدافیز کجا چی؟ قربونه دستت یه نهار درست کن ما بیایم خونت آره من که وقت ندارم اگه زحمتی نیست برات ها بابا من این خاله بهترت اما پرویزه بتونه در قفل باز کنه کلید بالاست بابا برو برده بیار چشم الان برم کلید ها میارم بعد خاله خودم کمکت میکنم با هم دیگه غذا درست کنیم باشه برو میدونم میدونم حمید اما الان آقای مفاخری اینجا نشستن خب من چی بهشون بگم دیگه ای بابا بابا آخه تو نه تو کاش میومدی اینجا از اینجا میرفتیم بعدش دنبال کارهای تالار دیگه داره میاد الان کجاست آقای مفاخری این همه ما منتظر شما بودیم یه دو دقیقه هم شما منتظر حمید بمونی الان آه چرا یالا بگو خب لباس تنمون نیست بابا حول تنمونه خب ما اینا حاضر نشون یالا سلام عرض شد به خدمت همه دوستان جمشید 59 هستم به اتفاق برادرم یهویی از استخر ببخشید بابت حوله منظرت خواهی میکنم دنیا اینا که
الان خدمتتون عرض میکنم، من و داشم فرشید دوتایی داشای نگار خانومیم، یعنی نگار خانوم آبجی ماست که تازه به دستش آوردیم. بله دیگه، دنیا جایی به دست آوردنه نه آرزو کردن. ببین این اسم دخترش دنیا زنهای حالت استعاره پیش میاد. خب چیکار کنم؟ الان درستش کنم. البته خدمتتون عرض کنم یه استعاره این وسط پیش اومد، برای اینکه سوء تفاهم نشه، منظور داشم من دنیا دختر شما نیست، البته دختر شما از خودشون دنیایی هست. سلام علیکم. منظور داشت من دنیای کائناته. بله دقیقاً منظورم هم. ببخشید آقا آب داداش. بله ببخشید ما یهویی چون خدمتشون رسیدیم. بله ما یه لحظه بریم این یه لباس رسمی تری بپوشیم خدمتتون برسیم. بفرمایید. ببخشید ببخشید حمید گفتش که شما بفرمایید شرکت خودش میاد شرکت همه چیزام میاره اونجا دیگه. همش پیدا شد؟ بله بریم. از کجا معلوم؟ راست بگه. حمید هیچ وقت به من دروغ نگفته. با اجازتتون خداحافظ شما. آقای منفاخری. آقای منفاخری ببخشید قربان. پس تکلیف سهام ما چی میشه؟ ما اگه تا اینجا هم اومدیم به خاطر سهام شما بوده. الان هم داریم میریم شرکت تکلیف سهام شما رو روشن کنیم. سهام شما تا حالا به شما امانت بوده. چند روز دیگه مسئله حل میشه. در صورتی که دوست داشتید سهام شما پیش شما بمونه در خدمتتون هستیم. در غیر این صورت تقدیمتون میکنیم. با اجازتتون خداحافظ. بابا پس اینجور که معلومه ما اینجا علافیم. حمید که از اون میره شرکت، تکلیف تالار چی میشه؟ مهمونا میان آبرمون میره. حبیب این بیگی تو. ای بابا مامان جونم دل برکم، حمید گفت نگران تالار نباش، تالار جور حله، اگرم جور نبود یه دونه شبیهشو میسازه دیگه. خوبه؟ بابا تو چی میگی تو؟ بابا بریم بابا باشی بریم باشی. داداش داداش ما داریم میریم. وایسا ببینم خیلی عوض میخوام. تالار چی شد داریم میرین؟ تالاره که دیگه باید وایسیم، حمیدم باشه دیگه. آقا حمیدو فراموش کنین، خودم تالار رو انجام میدم. خب باید چک بنویسیم بدیم به تالار. آقا پس منو فراموش کنین، حمید باید خودش باشه اگه چک باید بنویسه. داری میری؟ قربونت دارم، مواظب خودت باشی. آبجی گلم زود میام، دلم واسه اتون خیلی تنگ میشه. آبجی خداحافظ. مواظب خودتون باشی. آب بریزیم پشت سرتون یا زود بر میگرد. بر میگرد آبجی. بریم 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 بریم. بفرمایید آقا کی اومده؟ کی اومد؟ از اول اینجا بوده. خب چرا شما به من نگفتی؟ خودش گفت نگم به شما. خودش گفت؟ بله. یعنی گفتم شاکی. بفرمایید. بفرمایید. شاکی بوده. بفرمایید. اما اینجایی؟ اما اینجایی شما؟ شایی؟ این چه طرز آمدنه تو اتاقه؟ ذره ترک شدم. من قربونت برم. خوبی؟ کجایی؟ همون کلی داریم دنبالت میگردی همش. بله میدونم دنبال منی. دیدم که یه بارم اومدی، ولی من عمدن به این بچه های اینجا گفتم که شما رو دیدم بگید که من اینجا نیستم. اما برای چی؟ برای که ببینم من برای تو اینقدر ارزش دارم که دنبالم بگردی یا نه. اما به چون خدا اگه لازم باشه همه دنیا رو دنبالت میگردم. اما میدونی خیلی نگران شدم. بسرم تو همینجا هستی نگران من شدی؟ من پسر شما نیستم. نباش. مادرم هم قرار نیست که زن شما بشه. نشه. بچه هم میاد پیش خود من زندگی میکنه. خب به من چه؟ معلومه که نگران شدم. دل من هم که از سنگ نیست. ای قادر جان تو حق داری از دست من عصبانی بشی. من نباید اون حرفا رو میزدم. باید همه رو نگه میداشتم، میذاشتم این گوشه قلبم تا با خودم ببرم اون دنیا. من دیگه یه آدم لب گور هستم، یه پام اونجاست یه پام اینجاست. باید اینقدر بشینم اینجا منتظر مردن باشم. اما چه حرفیه داری میزنی؟ اما من معذرت میخوام، دیشب خیلی زیاده روی کردم، ولی دست خودم نبود. ولی منم نمیتونم قبول کنم که مادرم زن یه آدم دیگه ای بشه. اولا اون باید قبول بکنه،
اون باید جواب منو بده. شما چه فکر کردی؟ فکر کردی ما پیر شدیم دیگه لب گور شدیم باید باره بزنید رو تاخچه خاک بخوریم؟ آره؟ جواب منو بده. بابا ما بین شما احساس داریم، این شما خون تو دهجان ماست، این شما غذا میخوری، این شما شادی میکنیم، غم داریم، اندو داریم، چراغه باشید، باشید دارید، برید دنبال زن زندگیتون، برید دنبال عشقتون، برید، برید این شما خوشبخت میشید، منم همینجا دارم میشینم، تا مردن بیاد سراخ. اما قربون اون بغضت برم، اما چونه من حرف منو گوش بده، قول میدم تا آخر عمر نوکرت باشم، پاشو با هم بریم، من اگه اجازه بدی یه همسر خوب برات پیدا کنم. همسر خوب چی داری میگی؟ یاوه چرا میگی؟ مگه این دل من پایانه است یا گاراژ یا ترمینال جنوبه؟ بگی که هر کی بیاد داره توش. بابا برید، برید بابا، من اصلا زد نمیخوام، میخوام اینجا تنها باشم. ببین امو، آخه اگه شما بخوای تنها باشی، خب منم تنها میشم امو. خب من جز شما کسی رو ندارم که قربونت برم. بس نگار کی؟ بابا نگار بحثش جداست، شما عموی منی، بحث جداست. دیدی تو زندگی جدید جدا هم؟ پس گو! آقا این وسط چرا باز دوباره داریم به من بد و بیرا میگی؟ نه بابا تو یادت رفتن امو یه موقعی یه چیزای انگلیسی میگه، داره به انگلیسی میگه گو یعنی برو. امو جون، امو جون من، بفهمیدم، بفهمید، خواهش میکنم بفهمید، دستتون رو بدیم. بفهمید عمو جان، میخوایی کیفتون رو بدی من همراهی کنم؟ لازم نیست. عمو جان کلید رو دارم باز کنم. خودم باز میکنم. هر جور راحت. خالی بازی با کن خانم. این خالی؟ فکر کن میکنه من. اصلا شما دستور بده من خودم اجرا میکنم. به افتخار خانمو بزرگ فامیل. بر تمرکز کن، پولا رو بگیر. پولا؟ پولا؟ پولا بگیر، بریم دنبال. چیه؟ بکنم. برو بگیر، چی نه؟ پولا، پولا، خدا فکر کرده اون از اولی زیر بوده، درسته؟ بابا این چی اینجا رو بکنی؟ نه اینجور. کجاست؟ فاضلا. اینا این برگاه رو بزنی کنار، درش کارو باید کنی، اینا این در جای دیگه برش دارم. مطمئن اینجاست؟ آره برش کنی. پول گود شده، همون همینو باید کنی. آخه پول رو میریزن تو جای فاضلا، همه پولا گود شده. همون مطمئن اینجاست؟ پول رو نمیندازن تو فاضلا. امو آقا بایی الان بکش کنی، هم میبینم پول رو انداختی تو جای گود میشه. بکش کنی، یه چیزی حسد داره میاد بالا. اومد حسد خاطیش. اما این مرز دلخوشی ما آبم توش نیست. پولا رو کجا گذاشت؟ ببینی بده طلاب ادامه داره، بکش حالا. تو داری میبینی؟ آره بکش حالا، بکش حالا. آخه یه کیسه هست، اما چی کیسه هست؟ بکش حالا، آروم بکش، آروم بکش، مد نشه. دیدی گوت نشه؟ ایست شده باشی که گوت بدیم. چجوری اینو بستی همون؟ دندون نه همین. اما بسه بسه اینا باشه. ای بابا همه رو پیچونده. اما اینا شبیه ستاکی نیست. اما به جون خدا نیست. اینا کیفا توشه. آره رمزی سیه میگه خودم هست. بیا افتخار بزرگ فامیله اونم و آقا هیکلت دگه.
یه قدوم چه میبر برای شریعه بی مامان جان اینه بابات لباس شیره پوشه سب کن من بیام ای سلام آجی سلام کجا بودی؟ بچ دنبال سنت آخه خسته نباشی سلام خانی خالی شما تو هنو حاضر نشدی برکت من دیر کردم تو الان آماده برتر منی اله قربونه دارم چهار تا تیک چیز دیگه بردارم آمادم این سلطت اینم برکی مداره که دست شما سپرده دست درد نکنه پس تکلیف جمع شده فرشی چی میشه؟ دیگه هیچی حالی که با همین فامیل شده خودش رفته رضایت شاکیار گرفته ماجرا ختم به خیر شد خب خدا رو شد همه چی به خیر گذشت تو هم با اینا میری؟ آره دیگه میرم دیگه از اون برم با نگار میایم یه های تالار دیگه آره ما میایم تالار افسر جان بودو بیا خاله دیر شد خاله جان سلام علیکم دو دقیقه دیگه باشو برم دختر بجوم دیگه ببینی خالت منتظره که با من کاری ندارم من به خاطر این جوونا دارم هرس و جوش میزنم راستی آقا بشار من با یه حافظی صاحب مغازه صحبت کردم قرار گذاشتم فردا بریم بولگا فقط دیرتر قرار میذاشی چون امشب مهمونی طول میکشه ها برای من الان این از همه مهمتره یعنی دیگه اینقدر آبجی؟ بابا من به خاطر قادر دارم با آقا بهشاد شریک میشم هیچ منتی هم سر هیچ کدومتون نیست افسانه پنج دقیقه دیگه پایینی ها فعلا خدا میادش اومدم بودو بجون بابا خدافز. دیگه خدافز هی میگه اومدم اومدم بجون بابا ای بودو دیگه قادر قادر کی این صورت رو نقاشی کرده آخه وای وای به 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 چه پسری الهی مادر فدای اون هیکلت بشه هیکل هم تکه نه؟ چشت از عربید خودتو ماما سویش من از آقای شد گرفتی؟ تا گواهی نامه دستت نباشه نگیری پشت ماشین نمیتونی بشینی چند بار؟ بابا مهم اینه که قبول شدم رسیدشم که شما دیدی شما یه نگاه به پشت سرت بکن اونجا نه آها. بابا پشت سرت عقبت آها. درسته که هیکلت مادر این پاندای کونگ فو کار میمونه ولی اینقدر که تو لگد به بخت خودت زدی اون به دشمناش نزد بابا جان تو بچه منی ولی فقط بر من بچه باش برای خودت مرد شو بابا ماما مرد که تا پول نداشته باشه که مرد نیست اون عقله درسته به من پول درست نداده عوضش عقلم نداده که نفهمم که پول ندارم چی بگم که زبان قاصری در زدم خیلی منطقی بود بفهمه تو دروازه سلام آقای پیشتاز آقای پیشتاز قادر پیشتاز کارت ملیتونو میاری این گواهی نامتون رو آوردم گواهینامه؟ بله جدی میگی؟ بفرمایی هیکل تکه اونجا صد تا امضا برات انجام میدم آقا بهشاد کجایی که گواهینامه آقاده رو آوردم بیا دستت در نکنه هر جا تو خیامون دیرمه زوارت نکنم بیا اینجا برو درم ببن واقعا فوقانی گوانم هست قادره بیشت از حمید جان چطورم؟ بیا بیا این خیاطه خوب نکات رعایت کرده آره خیلی خوبه همون یه میاد نه چی بودش بجی کمر چی؟ نه میدونم چه محرکه محرکه هست خیلی محرکه هست بسه خیلی خوبه من چطور همون؟ عالی عالی ولی نه اندازه قادر جان قادر جان جانم میگم عالی شدی یا چی بهت میاد داوردی؟ نه میدونیم به خاطر لباس نیست آدم باید هیکلش تک باشه که لباس رو بدنش بشینه دقیقا خب مگه اصلا بود داری درست باشه دیگه آقا دارم تمرین عکاسی میکنم آها آه. 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 آقا من تیپم چطوره؟
خوبی فرشید، فقط کاش کچلوار میپوشیدی. نه نه نه، بلک بهش میاد. آره کچلوار بهش نمیاد چون ریزه میزه است. آقا چی میگی؟ من مختصر مفیدم. اینو رو دیوار کدوم توالت نوشته بودن؟ آقا بده دیگه، توالت نکن، روز عروسی هم تو دست توالت بر نمیداری. تالار عروسی داشم میگه من کافیم، کافیه داشش. حالا داشش من چطورم؟ ببین من چارخونه ترک پوشیدم، فقط یه چیزی دو به شکم ما داشم، عینک آفتابی بزنم. آره نه بابش همشیده. چرا؟ بابا تو داداش عروسی باید مهمونه ببینن، تو اونا رو ببینی خوشوبش کنی. نه ببینی کن دوستان، خدمتتون عرض کنم من امروز دیگه جمشید 59 نیستم، جمشید افتاده هستم. بعد میگم یه موقع لای مهمونا دو تا سابقه دار باشه منو بشناسه، بده عینکو بزنم. ببین تو اگه ماسک جوشکاری هم به صورتت بزنی باز تو رو میشناسن، زیاد دلت خوش نمیشه. اما آقا روز عروسی هم ما رو گت کنا. آره انشالله یه دختر خوب گیرت میاد، زواج میکنی. شمی جان این کلشنگان به زور گیرش میاد، بخواهی زن گیرش میاد. خانم و دنیا نجار نیست ولی در و تختر خوب با هم جور میکنی. آخ دنیا رو به چسب. بحبه فقط من یه شرط دارم روز عروسیم، روز عروسیم دروغ نباید باشه. یعنی میگه عروس خانم نگیر دیگه، میگه عروس خانم وکیلم بگه بله، نگن بی خودی بگه وکیلم. عروس میگه رفتن گل بچینه، عروس میخنده خوشحال میشه، نشسته ها میگن گل بچین، عروس بله وکیلم میگه نرفته گلاب بیاره. پس فردا از دروغ خوشش میاد، تو زندگیمونم دروغ میگه، میگم نار چی داری بریم، میگه رفتم گل بچینم. دروغ بده، دروغ بده. من اینجوری دوست دارم. چرا دختر خوب دیگه؟ خوب فیلم بگیر، فیلم بگیر. لحظه ای قبل از ورود عروس، برادرای عروس، عروس امروز آبجی ما عروسی چیه و ما خیلی اومد نماردیم. آبجیمونو تو لباس عروس هم دیدیم، چشم کف فاند آبجی. بابا کجا باشتا یه عروسیه مونده دیگه. آبجی آبجی یه موقع دیدی عروسی زیادی زد بگو بیان بزنیم تو دهنش. آره مولکه. آقا داماد، آقا داماد، آخه دارید گریه میکنی یا میخندی؟ نمیدونم خدا، ها وسطش موندم، نمیدونم الان الانه یا الان قبلنه. احساس بکنم این صحنه رو قبلا تو خواب دیدم. مادر جان ما قبلا یه بار دیگه ازدواج کردیم. صبر کنید بابا، خرتون از پل گذشت، ما رو میخواید بی خیال بشید، نوبت منه. عمو آقا داماده، عمو آقا داماد شده. بابا عمو آقا مبارک افتخاری. ببین لولو فریکا یه تن عزیز صدا در بیار در نه من در رو برای شما باز کردم. بفرمایید. سبوشو برید. بفرمایید. شش. برید برمید. برید. 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 برید.